برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان بین المللی نجات کودکان در گزارش تازه خود از تأثیرات تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب‌ها برای کودکان افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته که افغانستان در یک هفته دوبار هدف سیلاب‌ها قرار گرفته که این نشان دهنده خطرات جدی تغییرات اقلیمی برای کودکان این کشور است. در این گزارش گفته شده که رویدادهای تغییرات اقلیمی در افغانستان یک خطر جدی برای 70% کودکان این کشور به دلیل تخریب منابع کسب درآمد خانواده ها از جمله زمین های کشاورزی و دام های آنان خواهد بود. برخی از رسانه‌ها با استناد به آنچه اسناد داخلی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خوانده و مربوط به سال 2020 می باشد اعلام کردند که دولت تایلند درخواستی غیر رسمی از این آژانس برای کمک به حل مشکل 48 بازداشتی اویغور ارائه کرد، اما آژانس توصیه کرده که تایلند در این زمینه تلاشی انجام ندهد. به گفته مدافعان حقوق بشر که این اسناد را بررسی کردند، نفوذ چین در این آژانس گسترش یافته است. تایلند با آنکه کنوانسیون پناهندگان مصوب سال 1951 را امضا نکرده، در طول دهه‌ها میزبان صدها هزار پناهنده از همسایگان آسیای جنوب شرقی خود بوده است. دولت محلی نیجریه روز سه‌شنبه اعلام کرد مردان مسلح سوار بر موتور حدود 40 نفر را طی یک حمله در شمال مرکزی نیجریه کشتند. تغییرات آب و هوایی در نیجریه تنش‌ها را بر سر چراگاه‌ها، دسترسی به آب و سایر منابع مانند ذخایر فلزی تشدید کرده است. بخشایی از شمال غرب و شمال مرکزی نیجریه توسط باندهای جنایتکار مسلح که طی حمله به روستاها، اقدام به غارت و آدمربایی‌های دست جمعی برای باجگیری می‌نمایند، مورد رعب و وحشت قرار گرفته است. در ماه ژانویه درگیری‌هایی در این کشور رخ داد که منجر به سوختن کلیساها و مساجد و کشته شدن بیش از 50 نفر و آواره شدن هزاران نفر شد. عفو بین الملل در یک نشست تحقیقاتی جدید که روز سه‌شنبه منتشر شد از دولت‌ها خواست تا به کارگیری روش‌هایی که با فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی به روند رو به رشد به نقض حقوق بشر در مرزها کمک می‌کند متوقف کنند تا زمانی که مطمئن شوند استفاده از آنها حقوق بشر را نقض نمی‌کند. ماهیت تهاجمی این فناوری‌ها پیامدهای جدی برای رفاه افرادی دارد که از مرزها برای جستجوی امنیت و استفاده از حق خود برای پناهندگی عبور می‌کنند. عفو بین‌الملل از دولت‌ها و شرکت‌ها خواست تا در تاکتیک‌های مدیریت مرزی خود به موضوع نژادپرستی سیستماتیک توجه نموده و توسعه هر گونه فناوری تهاجمی را که مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد متوقف کنند. سازمان ملل متحد روز 21 ماه می را روز جهانی چای نامیده است. چای محصولی است که سابقه ای چند هزار ساله در مشرق زمین دارد و به همین علت دارای ارزش‌های معنوی است. امروز چای در سراسر جهان با شکل‌ها و طعم‌های متفاوت مصرف می‌شود و پس از آب دومین نوشیدنی همگانی است. چای دارای خواص مهم برای سلامت، اثرگذار در تأمین معیشت میلیون‌ها کشاورز و فواید گوناگون برای محیط زیست است. بیش از 60% تولید چای در جهان که ارزش برابر با 18 میلیارد دلار دارد، حاصل دسترنج این گروه از کشاورزان است.